بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكو صدق الله العظيم. بیننده و شنونده آیتش در صبح خورشید، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح زیبای برفی شما در کابل و صبح شما در هر جایی که هستین بخیر باشه. امیدوارم یک صبح آغاز کرده باشین، خوش باشین و صبح متفاوتتر، زندگی متفاوتتر، همگام با خوشی ها و شادابی ها داشته باشین. خوشحال هستم باز هم به شیر سیرت با تقدیم آتش در صبح خورشید تا ساعت 9 بگونه نشر زنده یا مستقیم در خدمت قرار دارم. تمنای همراهی شما را دارم. جناب آقای دکتر عبدالله حقیار، استاد دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، مهمان ما هستند. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. تشکر از شما. شما با سلامت. تشکر. ولنتاین دی، روز عشاق، موضوع بحث ما هست. امروز 13 فبروری هست و فردا 14 فبروری ایرا منصوب میدانند به روز عشاق. ببینیم که ریشه ازی به کجا برمیگرده و آیا با میارهای شریعت اسلام برابر هست یا نه. 14 فبروری روز ولنتاین دی، دیدگاه شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على سید رسول الله و على آله و صحبه و علیه. طوری که در ابتدا شما آیه کریم را جزء تلاوت کردین و بسیار مناسب آمد در امی برنامه که امروز دارین، که هر امت برای خودش یک منسک و مسلک و راه و روش داره که او را تعقیب میکنه. پس وقتی که شما میگید که روز 14 فوریه روز عشاق است یا نمیفهم روز والنتاین است، آدم فکر کنه که این منشأش کجاست، از کجا سر چشمه میگیره. طبعا والنتاین نام شخص است که تقریبا میگن تا دو سه قرن پیشتر از میلاد در روم زندگی میکرده. بله. و در اونجا پادشاهی یا امپراتوری روم در وقتش کسایی که سرباز و عسکر بوده اونا را از اوشی کردن منع میکرد از ازدواج، به خاطر اینکه اینها خوبتر میتونن در جنگ و مبارزه چیزا سهم بگیرن و این چپنی عمل خلاف فطرت است، اما زورگویی هر کار میکنن. آه. و فطرت و غیر فطرت کار ندارن، اما کار اما هدف خود پیش میبرن. وقتی که چنین حالت میشه این کس یک کسی ولنتاین یک شخص است، این باز مخفی. آها. کسایی که چنین خواهش ازدواج دارن این باز مخفی هم عقد میکنن، این دارن ازدواج دارن ما بین پسر و دختری، چون طبعا عقد خود در هر جا می بوده، ولی که مثلا بعضی چیزای بدون عقد صورت میگیره، اما این چیز همیشه هست. چرا؟ یک قرارداد است تو ازدواج. وقتی که او از این خبر میشه که ایش چنین کار را انجام میده، میگن در این روز 14 هم بازی را زندانی میکنه، در این روز اعدامش میکنه. دیگه از امو بعد تاریخ میمانه برای یادگار به اون شخص. یعنی اصلی ای میبینید شما برمیگرده این در اون زمان های بسیار قدیم، زمان روم ها، و در این حال بعضی میگن که یعنی این چیزا هم تا جایی میگن افسانه ای است، یعنی واقعیت شما قدر 100% نیست. و بعضی دیگه میگن که نه، ای همین روز عشاق یا چی یک شام یک تفلک را میبینین که یک چی داره در اونجا، یک تیر داره، یک کمان داره، میگن که به نام یکی از آلیه همو زمان است. یعنی در وقت پیش از اینکه مسیحیت در روم بیان همه یک بود پرست بودن، در وقت در هر چیز اونا خدا داشتن، خدای روز و خدای آسمان و خدای زمین و خدای عشق و دیگه. اگه بی باشه مرز که یکی از روزهای همو معبودایشان است. سلامت باشین استاد. خب دیگه چکی نیست که این برمیگرده به مسیحیت. بله. و ولنتاین شخص یا کشیش مسیحی بوده. بله. و در 170 بنابر قولی که شما گفتین این به قتل میرسه. بله. و چندین دلیل داره دلیل به قتل رسیدنش. بله. خب این در جایش. بله. ما داریم در گفتهای نو پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم که چقدر صحت داره این او برمیگرده به شما، چون شما متخصص بخش هستین. من تشبه به قوم فهو منهم. فرض کنید اگر از مسیح باشه، زمانی که ما تقلید و پیروی از فرهنگ یا از دین یا از روش و سلوک ادیان دیگه میکنیم، چقدر میتونه ای آسیب برسانه بر معنویات ما، بر شخصیت ما و بالاخره بر ضمیر و وجدان ما؟
بسیار اصلا سوال هم اینجاست و سوال خوبی است که یعنی چی تاثیر داره ما ایره مثلا اگر ما تجربه کنیم به اصطلاح برگزار کنیم از این مثلا بعضی روز طبعا شما میفهمید که روزها و خصوصا اعیاد اینها خودش میبینه که یک منبعی اصلا بسیار اگر دینی داشته باشه که دین خودش اگر دین و دین خودش پس چطور میتونیم ما مثلا روزی عید یک دین دیگر که حتی برمیگرده به خود مسیحیت هم نه یعنی مسیحیت معنیش همین که حضرت مسیح باید دیگه گفته باشه در حالی که حضرت مسیح کار نکرده یعنی ما بس مسیحیت میگیم حتی در مسیحیت هم دخیل هستی یا حضرت مسیح علیه السلام هرگز نگفته که روز روزی عید است شما چه کنید جشن میگیرید مثل مثلا ما روزی قربان و روزی عید فطر که داریم خوی را خود ما نکردیم طبعا این مو دستور دینی ماست یعنی بنا مسیحیت هم درست نیست که ما منصوب کنیم خب اون دوها اونا برای فعلا استقبال میکنن از این استقبال میکنن به خاطر اینکه در اونجا دیگه از او آثار دینی یا اوامر دینی چیزی وجود نداره پس وقتی شما چنین ویکاین مولانا میگن که تشبه زیادتر در همو موضوعات فکری عقیدتی اجزا می باشه و بعضی حتی آوردن در لباس چیزها لکن در لباس چیزها خالی میبینید که اقلا همه مردم لباس یک رنگ شده بله. یعنی در لباس روشین است اصلا در موضوع افکار و معتقدات است که آدم تشبه اصلا مصداقش اونجا است پس وقتی که ما چرا اونا مثلا از دید فطر ما چرا اوشنا میکن تجلیل به خاطر که مخصوص کی است مخصوص مسلمان هست از اون خاطر ما چطور مثلا بسیار بجا هست و یکی از مصادیق بسیار زندش همیست که ما از اعیاد دیگر رو چی کنیم استقبال کنیم و او را تجلی کنیم امی موردی را کسات میگن بسیار معمول هم هست که از امی متن یک ما گفتم که آیا حدیث هست یا نیست در ساعت سخ مزی میشه شما هم نظر بدین که من تشبه به قوم فهو من هم کسی که خدا به قوم شمی میسازه در حقیقت از امو قوم هست فرض کنی در روش مسیحیت اگر ما حالا کپی میکنیم میریم میاریم در جامعه در فرهنگ خود آیا از اونها از نظر اسلام محسوب میشیم نمیشیم چرا خب وقتی که یعنی بسیار صریح هست نه فهم منهم چی معنا ما منظورم سر ساعت سوق نمی است آیا این درست هست خود حدیث شری بلی حدیث بلی. حدیث صحیح است خب ما همیشه میخوام بله از نگاه روایت بلی. حدیث هیچ مشکل وجود نداره خب اما اینکه مثلا تعبیرات مردم هر قسم میکنن موضوع دیگه است اما خود حدیث شریف حدیث چی است حدیث صحیح هست در صحتش اشکال وجود نداره سلامت باشین خب مسئولیت والدین چیزی بسیار مهم هست در کشور ما استاد رایج شده ما میبینیم مثلا در شهر نو شما اگر بر هر کوچه پس کوچه سر بزنین همین دیروز و امروز و بالاخره فردا شاید غلیظتر شوه میبینیم که بیشتر دکانها با رنگ سرخ به اصطلاح آراسته شده و گلسازی شده و بالاخره از این گونه مسائل چقدر میتونه این آسیب پذیر باشه خب پیشتر میتونیم که یعنی آگاهی از دین یکی از واجبات هر انسان مسلمان است که باید از امو مناسک دینیش از احکام دینیش باید چه داشته باشه آگاهی داشته باشه یکی از چیزهایی که امروز زیادم به سر زمان ها زمانه تهاجم فرهنگی میگن این مردم زیادتر فکر نکنه که موضوع دین است فکر میگن یک شی عادی است و روز بعد میگن که روز حب و دوستی است یا یعنی نامه‌های عجیب و غریب سرش میگن بعد روز عاشق این آن یعنی شما میبینید که وقتی که ما از دین آگاهی نباشه یعنی می تهاجم فرهنگی که میگن خوی باز اینه می تونه یکی از نمونه های بزار بارزش یعنی می باشه که آدم کاری را میکنه که هیچ نمی فهمه قطعی چیست فقط می گه روز خوشی است مثلا با او تبریک میگم و با هم تبریک میگم یعنی دختر به پسر پسر به دختر خصوصا در جایی که یک محرمیت وجود نداره یعنی ایشو در بسیار جاها شما میبینین که این چیزی را که احکامی را که اسلام داره ارزش هایی را که ما داریم در اسلام داریم اونها به اینا پابند نیستن یعنی یک مسلمان چطور میتونه از کل ارزش هایش زیر پا کنه و بر کس دیگر از او تقلید کنه پس همون پیام منهم میگه معنی که از جمله امت چی میشه خارج میشه در جمله امت دیگه داخل میشه اگه این بیتنایی کنه یعنی بسیار خطرناک است یعنی انسان که باید استاد نسل جوان روز به این باور است که ما را به مسیحیت و به مسیح و به یهود چی ما به اصطلاح همدیگر دوست داریم توفه میتیم امی روز تجلیل میکنیم یعنی نمیپذیرن که ما یک به اصطلاح تقلید میکنیم از مسیح یا از دین یهودیت اما تجلیل میکنن به این باور شما چه باور دارید؟ بسیار خوب است شما دین مسیحیت اسلام یهودیت بودیت کدام جا میبینین کدام دیوار زده باشن که از این طرف تیر نشین؟ علما تا حالا ما مفهوم دین درست درک نکردیم دینی که میگیم یعنی یک ارزش ها هستن
بله. یک ده اعمال هستن، یک ده برداشت ها هستن، یه نمی چیزهایی است که کدام مرز مادی وجود نداره که شما یه طرف تر شدین چه شدین؟ مسیحی شدین. خوی نمی ارزش ها را اگر یاد کردین معنیش که مسلمان است. اگر می ارزش ها روایت نکردین دیگه اومدین خوانش که داخل شدین دو طرف داخل شدین. یعنی اینجا کدام کاش کدام دیوال مادی محسوس می بود که می گفتم یه طرف تر نشی که مسیحی میشی. بله بله. مشکل ده اینجاست. یعنی اینها ای تو نیستن، یک مفاهیم است. یک ده احکام است، یک درسش هاست. این نمیدونه کسی که در او التزام داره، این امیر قبول داره و در این عمل میکنه، معنی که از امود دیگه است. سلامت باشین استاد. بجای از این که روز به روز کمرنگ شده بره امی مورد، میبینیم پررنگ شده میره هر روز. مثلا سال گذشته تجلیلش کمرنگ تر بود نسبت به امسال. امسال زمانی که ما متوجه میشیم چندین روز پیش به اصطلاح آمادگی ها گرفته شده. علت و عامل چی هست؟ ما خواهمانش دو چیز میدانم. بله. یکیش موضوع یعنی بیخبری از دین خود ماست. ما مردم میره بالکل عالی عادی میگرن میگن موضوع دین چی؟ خب ما مثل که پیش شما پیشتر گفتیم ما مسیحیت کار نداره یک روزی ماست. موضوع دوم ایست که این همی چیز برنامه ریزی شده هست. بله. چه قسم برنامه ریزی شده؟ کمی توضیح بده. بله برنامه ریزی شده به ایست که امروز شما میبینید که در این تقریبا 30-40 کشور غیر اسلامی یعنی وجود دارن. بکترش اونا هستن. و اینا خود برنامه ها دارن. یعنی مثل که در هر ساحه دیگه دارن در ساحه فرهنگی بهترین برنامه ها و قوی ترین برنامه در ساحه فرهنگی دارن. چرا یک ملت اگر شما میخواین که از اما ارزش ها و اصالتش دور کنین فرهنگش و مغزش فکرش هدف قرار بده؟ شما یک جنگ فکری میدانین؟ بدون شک. راه جلوگیری از جنگ؟ راه جلوگیری هم این است که باید در مقابل چنین جنگ فکری باید اسلحه بسیار قوی فکری بکارد. چگونه؟ معنی که خود آراسته کردن به ای که اگر انسان مسلمان تا چه اندازه ای چیزهایی که در دینش وارد میشه و عقیدهش، فکرش، ارزش های ضربه میزنه چقدر در مقابل مناعت داره؟ از خود میتونه که چی کنه دفاع کنه؟ و این را عاملانه و فهمیدن نه ای که چرا اگر چنین نباشه معنیش است که ما در مقابل چیزی نافهمیده تسلیم میشیم که نامش تقلید است. تقلید نمیست که مولانا میگنه خلق را از بین برد یا برباد داد تقلیدشان. ای 200 لعنت بر این تقلید باد میگنی؟ یعنی چرا تقلید لعنت میکنه؟ به خاطر تقلید نمیست که کسی نمیفهمه که چی تقلید. هم تقلید کورکورانه. بله دیگر هم میکنن ما هم چی کنیم؟ ما هم بکنیم. خصوصا که پشت با دستگاه هایی باشه که چی کنن تربیت بده که نه یک گپی عادی است، موضوعی نیست. شما گفتین که کمرنگ شد پررنگ میشه. اما شما میبینید که مثلا در چی مای حمل شاید بیاد چنان پستر ما شما باز نوروز هم داریم. بله. اما نوروز نسبت به گذشته چی شده؟ کمرنگ شده. کمرنگ شده. چرا؟ به خاطر که مردم آگاهی پیدا کردن. بله. در حالی که باز او را بسیار تاریخی و 5000 سال و چند هزار سال میدانند، لیکن او رقمی که مردم قبلا او را چه میکرد استقبال تجربه میکنند نمیکنند. چرا؟ فهمیدن که چیزی از دخیل در دین ماست و حجمه. این هم چیز جدید است و یک تعداد مردمی هم که حالا میان شما میبینن که در غرب بسیار جوانای ما در اونجا هستن. وقتی که شما در یک جامعه داخل میشین اگر از خود به اصطلاح واکسن شده نباشین، مناعت حاصل نکرده باشین، در اونجا ضعیف میشین. سلامت. وسط یک موردی که بسیار جدی هست، والدین درک مسئولیت نمیکنند یا امو مسئولیتی که شریعت و دین به دوش از اینا گذاشته او را ادا نمیکنند. بسیار بی تفاوت هستند نسبت به والدین خود. مخصوصا میبینه که یک دختر خانم لباس سرخ میپوشه، در 14 فوریه که فردا جمعه است، بود سرخ میپوشه، جاکت سرخ، پیران سرخ و بالاخره لباس سرخ و میبره. دمی مورد مسئولیت پدر مادر چی است؟ مشکلی که اساسی ها اگه بود شاید بسیار پدر و مادر ها سر بخار شدن که چرا میگن؟ شما از دین میگین؟ در حال پدر و مادر اکثر پدر و مادر ها این گفت نمیفهمن. وقتی یک جامعه 70-80 فیزش بی سواد است که امانه که دین خود نمیفهمن، معنی که تهاجم فرهنگی مارش نمیفهمن، این گفت رو درک کرده نمیتونن. کسایی که درک میکنن ارزو میبینه که جوان ها امروز به نام آزادی و آزادی فردی و دموکراسی و این گفت ها، یعنی پدر و مادر هم چی کردن؟ دیگه او احترام بله که دارن ندارن. یک مصیبت بزرگی هست. امروز شما میدونید که هر کس میگه من آزادی شخصی دارم. در نمیتونید آزادی شخصی ما تجی کنی دخالت کنی، حتی پدر و مادرش هم. و پدر و مادر هم اکثرا میبینید شما فقر و بیچارگی، اگه این مثلا میره به یک دفتر و عاید داره، هنوز پدر و مادر مرهونی هست، نه مرهونی او یک موضوع اقتصادی بود اما چی کردن؟ و هم برای فیلن او چی میشه؟ موضوع فکری خو اصلا وقتی پدر و مادر خودش آگاهی نداشته باشه این فرزند چه رقم، این فرزند اکثرا آگاهیشون از دینشون نمیگیره، از بیرون میگیره. مثل که پیشتر گفت تهاجم فرهنگی میره میگه که یک تعداد مردم ها اونا طوری میسازن و اینا رادیو ها برنامه هایی که اکثر شما میبینن و کدام طرف میره. سلامت. پس ما چی باید کنیم؟ ما من هایی که کسی که من مسئول یک برنامه اسلامی هستم و کسی که
پدر دختری هست و کسی که برادر دختری هست و کسی که پدر پسری هست چه مسئولیت داری؟ مسئولیت اول خوب است که مثلا شما یک نیم ساده برنامه دارین بس. یعنی خوب می بود که چند روز پیشتر تبلیغات میکرده بس. یعنی هر برنامه هر تلویزیون هر رادیو اگر امیر رقم مثلا در اون چه اجتماعی نه شبکه‌ای اگر این تبلیغات صورت بگیره یک مردم متوجه میشوند یعنی و باید صورت بگیره باید صورت بگیره بس. یعنی این تلویزیون ها رادیو ها اینا هم چه دارن تو می فکر میکنم برای از پدر مادر که زیادتر اینا مسئولیت داره به خاطر اینکه استاد مردم ایران میبینه هیچ جور جوانی نیست که دستش چه نباشه موبایلش و داخلش چیزایی از فیسبوک و این و آن و توییتر نبینه وقتی که در اونجا میبینه اکثرا تبلیغات به اون طرف باشه و بشار بازار هم میبینه سرخ شده زیر تاثیر میره دیگه اخری آگاهی درست سلامت باشین استاد من چند روزی هست که در این مورد مطالعه کردم حتی دیدگاه فقه را خواندم دیدگاه فتوای بزرگ بزرگ در مورد مطالعه کردم بسیار زشت در این مورد صحبت کرده بودن و دیدگاه ارائه شده بود خب فرض کنین ما اگر می تقلید کورکورانه یا بسر آگاهی امیر پذیرفتیم از نظر اسلام جایگاه ما خب شما میفهمید که اول خب مثلا یک کار اگر انسان نافهمیده میکنه بله خب تا جایی چی داره مشکلی وجود نداره بعد از اینکه آگاه شد و کار میکنه دیگه دو طرف شما باز آدم میفهمه که به خود چی کار میکنه اگر یک عمل حتی بسیار عبادات بسیار عادی مونه مثلا یعنی نماز نمیخونه ما ببین چی از گناهکار است اگر نفر میگه نماز خواندن چیست کفر است یعنی ما بین نه بیت تفاوت است یعنی اکثر مردم این کارو میکنن نمیفهمه و متوجه نیست در خطورتش خب هر صورت هم یک نفر میگه میفهمه که برو اسلام هر چی بگه بگه ما چی ما کار خدا میکنم معنی که چون سخن نباید متوجه باشیم که چون اوتن صفات های بسیار شدید به خاطر به خود شدید به خاطر امیز که باید ما مرز کفر و ایمان چی کنیم مشخصش کنیم تا که مردم به یک آگاهی درست یک کار را بکنن اما چون پیشتر گفتم که کفر ایمان هم کدام مرزی مادی وجود نداره دیگه او یک انیمی او چی است وقتی کسی مثلا پیشتر گفتم که نماز کس نمیخوان نمیخوانه گناهگار میگم نه بس. اما گفت که نماز خواندن چی تمام روز نماز میخوانی کفر است یا نیست خب کفر اینه نیست دیگه استهزا و تمسخر به دین به احکام و مقدسات خودش چی است کفر است اما نکردن این چیزا چی است گناه و معصیت است ولی تعداد بسیار مردم این کارا نمیکنه یا این کارا میکنه لیکن در کنارش چی میکنه استهزا و تمسخر میکنه استهزا و تمسخر به دین قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستعزیون فقط کفرتم بعد ایمانکم یعنی مثال صریح میگه شما به خدا و رسول و آیات و احکامش استهزا و تمسخر میکنین ولو که مسلمان بودن چی شدین تشکر استاد من یک مورد خواندم بسیار کوتاه میخوایم از شما پاسخ شد داشته باشم در فتوایی که من خواندم تجلیلی روز حرام گفته بودن شما هم نظر هستین در حرام بودنش خوشک نیست بله. یعنی حرام دوستا بدانن بله حرام بودن خوب پیشتر گفتیم وقتی که من تشبه به قوم فهو منهم بله. یعنی منو چیست خواه منو چیز که کار حرام است کار حرام اگر کسی انجام میده چی میشه گناهکار کسی او را حلال میدانه کفر بله مثل یک نفر بگه که شراب خوردن چیست حرام است اما اگه بگه که نه شراب خوردن چیه اگه کبی عادی است کفر است بسیار زیاد تشکر سلامت باشین استاد استفاده ها بردین خداوند شما رو با سلامت داشته باشه قرار بود برنامه را ساعت 8:30 آغاز کنیم استاد در ترافیک راه بند ماندن اندکی به تاخیر آغاز کردیم برنامه را پوزش و معذرت از تک تک شما چون وعده کرده بودین در صفحه اسلام قرآن که ما ساعت 8:30 برنامه را آغاز میکنیم طبق روال همیشگی شما در مورد ولنتاین مطالعه کنین موارد بسیار خوب در نت سرچ کنین کتابای بسیار خوب هست با به شکل کامل صحبت شده و مورد باز شده ناخودآگاه رفتن به یک طرف انسان به گودال بدبختی میکشانه صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست صفحه ما را لایک کنین مطالبش را به اشتراک بگذارین سوال و نظر انتقاد و پیشنهادی داشتین در خدمت شما هستیم تا دیدار بعد الان نگهدار